سلام و وقت بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز. با من جمشید احمدی خوش آمدید. تا نیم ساعت با شما هستم. با مهمانان گرامی ورزشی باسط نظیری قهرمان تیم ملی پرورش اندام با ما هست در رابطه با برنامه‌هاش و مسابقات و می‌خوایم بیشتر در رابطه با برنامه‌های مکمل ورزشی بیشتر بدانیم. آقای نظیری سلام وقت بخیر، خوش آمدید به دنیای ورزش. سلام احمدی صاحب، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. سلام و درود خدمت شما، خدمت کارمندان عزیز تلویزیون آریانا و دوستان عزیزی که ما را بیننده هستند. امیدوار هستم لباس عافیت به تن داشته باشند در هر جایی که هستید. باسط نظیری هستم، یکی از قهرمانان تیم ملی افغانستان و در عین حال ترینر رسمی تیم ملی افغانستان. بسیار زیاد خوشحال هستیم که شما را اینجا با خود داریم. چند سال میشه پرورش اندام میکنید؟ استاد، من از سن 11-12 سالگی شروع کردم به این رشته و تا سن 15 سالگی دیگه با خود میگفتم باڈی بیلدر. و چی میکردم؟ 5 روز 6 روز در هفته تمرین میکردم، 5 وعده 6 وعده در روز غذا میخوردم. فقط مدت 9 سال است من ورزش میکنم و من این کارا را به خاطر مسابقه، به خاطر دوستان، علاقمندان دور خود نکردم، نمیکنم. این عشق باڈی بیلدینگ است و چون که دوست داشتم از طفلی با این ورزش شروع کنم. نکته خوب را اشاره کردن، خیلی واسه میگه از سن 12 سالگی و 14 و 15 اصلا اشتباه است که باید بریم به طرف بادی بیلدینگ یا پرورش اندام، چون بادی اندام کلا زیبایی نیست، تبایی است. این مدت زمانی که شما ورزش زیبایی اندام در سن سال شروع کردین، زیبایی بوده یا تبایی؟ استاد، زیبایی اندام بوده، چون که امی برادر کلانم استاد قنبر نظری یکی از کسایی است که علم از ورزش 2 سال تقریبا تخصص در رشته داره و مهمترین چیز در یک ورزش، اولین چیزی که خیلی مهم است، تغذیه مناسب است. بعد از او خواب، بعد از او باید ورزش کنیم. با گفته خارجی ها میگن eat, sleep, train. اول بخوریم، بخوابیم، با بیاییم تمرین کنیم. دیگه ما بیشترین فوکسم سر تغذیه بود. مثلا در این ورزش کمیشه هر کسی که ورزش استارت میزنه باید 70% تغذیهش مهم است. 10% هم خواب، 20% تمرین. چند بار به قهرمانی رسیدین از این سن سال که شروع کردین تا فعلا؟ تقریبا استاد دو دفعه به قهرمانی و نایب قهرمانی توانستم که طلا را کسب کنم. و هدف من این نبود که ما برم مسابقه کنم. تصور میرفت که باید 5-6 بار قهرمان میشدین. ولی متاسفانه شرایط و وضعیت کنونی که فعلا داریم با مشکلات مالی برخورد میکنه که نتونستیم که ورزش خود سال به سال بتانیم مسابقه اشتراک کنیم. داشته باشیم. ولی انشالله در آینده کوشش میکنیم که رشته شما هم رشته پر مصرف است که زمانی که پول نداشتین، جیب خالی بود، استراحت کامل، تغذیه خوب نداشتین، بس واقعاً سخت هم نمیبینین. آخرین بار مسابقه تون؟ آخرین بار مسابقه من سال قبل همین ماه. زونه؟ زونه شمال و تیم ملی افغانستان در وزن 65 کیلوگرم. بین چند حریف ریکارد شکستین؟ تقریبا 12 حریف داشتم در این وزن 65 کیلوگرم که هر کدامش از من کده بزرگتر بود، هیچ کوچکتر نبودن. همش 10 سال 15 سال سابقه تمرینی ورزشی اینا داشتن، ولی خوشبختانه تونستم. زیبایی اندام میگن زیبایی اندام، نه بزرگی و کتگی اینا، که ما خوشبختانه تونستم که مو داورا جذب بدن خودم شوه و مو فیگورا را واقعا عالی خوب بگیرم و با مقام طلایی کسب کنم. خب نامش گذاشتن زیبایی اندام. بله، زیبایی اندام. و کدام از الاز زیادتر نمرات داشت و رشد کرده بود؟ بهترین نمراتی که در زیبایی اندام، البته عضلات پا و بک، عضلات پشت بهترین نمرات دارن، چون که ضعف بیشتر بدنسازا همین نقطه پایینی که میشه عضلات پا و عضلات پشت، اینا در همه ورزشکاران ضعف دارن که خیلی سخت است که آدم بتونه این عضلات بیشتر رشد بده. چند مدت برای مسابقه آمادگی داشتید؟ استاد، 6 ماه رژیم بودم، واقعا خیلی سختی کشیدم. چقدر پول مصرف کردین در 6 ماه؟ استاد، در 6 ماه بیشتر از 1,500 افغانی مصرف کردم، بدون از اینکه مکمل اینا ما را گرفتم، فقط تنها تغذیه و همی مکمل اینا. خب برای نوجوانا و جوانای دیگه چی توصیه میکنید زمانی که اگر اونا بیان مورد زیبایی اندام شون، پول هم نداشته باشن، از امو تجارب خودتان چی میگین؟ برای یک نوجوانا ایره توصیه دارم که هیچ وقت نگن که ما وضعیت هم خوب نیست، وضعیت کشور هم خوب نیست، وضع مالی هم خوب نیست، هیچ چیز از او در نمیاد. باید ورزش کنن. سختی ها هر قهرمانی را که بریم باقی برگردیم و داستان از اینا را ببینیم، همش سختی ها را دیدن، همشان سختی ها را دیدن. باید هیچ وقت بهانه نیاریم که ما والا پول نداریم، دیگه نداریم. باید در هر شرایطی که هستیم باید ورزش کنیم و میتونیم آیستا آیستا وقتی که ورزش کنیم امی راه های موفقیت باز میشه و میتونی که بالاخره یک روز
امو زحمت را که کشیدی با وجودی که کمی و کاستی داشتی وضعیت مالی بد بوده، انشالله در آینده حتما تو از اینش و امو نتیجه از او را میگیری 100%. دقیق نقش مربی را بگو، این زمانه که یک مربی خوب، مربی کارکشته، مربی مسلکی داشته باشیم، چقدر تاثیر مثبت داره که بدن بیشتر و شخص یا فردی که میخوایم به قهرمانی برسند. استاد یکی از مهمترین چیزا که فعلا برای یک شاگرد مهم است، ترینر مهم است، همین مربی. چون که وقتی یک شاگرد داخل کلاب میشه، مهمترین چیز اول به طرف مربی برمیخوره، میره به طرف مربی، همین مشکلات حداقل امو سوالی که میخوای از مربی کنه باید درست جواب داده بتانه. که فعلا بدبختانه بگم استاد، در افغانستان خیلی کم است که کسی علم از این ورزش داشته باشه و یک شاگرد بتانه درست حداقل پروتئین توصیه کنه و همین ورزش بفهمه که ورزش چی. زیبایی اندام استاد یک لایف استایل است، یک روش زندگی است. باید از نظر لباس، تغذیه، از نظر پوشیدن لباس، موهای جور کردن، اینا خیلی مهمه. تاثیر بسزایی داره، مثبت داره. وقتی یک شاگردم که داخل میشه و طرف تو ببینه، این انگیزه باید بگیره، باید او انگیزه را تو برازو داده بتونی که استاد باشه، که مثل استاد باید من یک بدن زیبا داشته باشم. در افغانستان که کلاب های زیبایی اندام ماشاءالله که خیلی گسترش پیدا کرده، و آیا مربی هاشم همین گونه هست؟ استاد فعلا در افغانستان بیشتر فقط فکر کنم در سطح کابل تنها 247 دانه کلاب هست استاد. بله. که متاسفانه استاد ترینرهای هیچ اصلا مسلکی وجود نداره. یک کسی که دستشان لباسشان با غلطر دنبال ورزشی نخورده سایی، یک خورده باد کردن آمدن میگن ما ترینر هستن، در حالی که این قسم استاد نیست. وقتی یک شاگرد از یک کلاب دیگه برای ما مراجعه میکنه، یک کسی که خیلی لاغرتر هستن، میبینیم که برای ازی ترینر خیلی یک برنامه تمرینی که او حداقل سابقه کاری باید 10 سال داشته باشه، او را برای یک کسی که مبتدی است داده، در حالی که او نابود میکنه او ورزشکاره. کسایی که خیلی لاغر هستن از لاغری رنج میبرن، اونا چی برنامه‌های غذایی، برنامه‌های تمرینی داشته باشن؟ استاد کسایی که خیلی لاغرتر هستن، مهمتر از همه ای هست که کوشش کنن ورزش کنن در هر حالت زندگی که است. از نگاه رژیم غذایی باید سطح کاربوهیدراتشان خیلی بالا بره، چون کاربوهیدرات باعث میشه که همین وزن بدن بره بالا، آدم چاق شوه. نسبت به پروتئین باید صد کاربوهیدراتشان بالا باشه و تمرینشان بسیار کم باشه، مثلا 70% گفتم تغذیه باشه، 10% تمرین، 20% خواب. باید سطح فیزیکیشان، سطحی که کار میکنن با وزنه، این قدم که میزنن، بیشتر فعالیت های فیزیکی رو انجام میتن، باید بیشتر کم کنن و سطح کاربوهیدرات، تغذیه، خواب ببرن بالا، چون بتونن به یک بدن دلخواه خود برسن، چاق شون. چی مدت زمان بگذره که به بدن دلخواه خود یک فرد برسه؟ استاد برای هر چیز در زندگی وقت میخواد، ولی برای بادی بیلدینگ، برای تنتون وقت بدین. یک سال، دو سال، چندین سال. اگه یک دفعه باد کنید، شکمتون بزرگ میشه، خیلی مشکلات دیگه هم برایتون اتفاق میفته. پایستم و پایوسته. پایوسته. آروم. خیلی مشکلات دیگه هم برایتون اتفاق میفته. ما پیشتر هم یادآوری شدم، خودم از سن 11 12 سالگی به ورزش شروع کردم و با تا سن 15 سالگی دیگه با خود میگفتم بادی بیلدر. چی میکردم؟ 5 روز 6 روز در هفته تمرین میکردم، 40 دقیقه، 45 دقیقه، 5 روز 6 روز در هفته تمرین میکنم، 5 بعد 6 بعد در روز غذا میخوردم. فقط اینمی بود که من تانستم با مادام اندام دلخواه خود برسم. فعلا هم رسیدین؟ خدا را شکر خیلی رسیدم. یگانه فیگوری که زیادتر دوست دارین چی هست؟ کدام حرکت؟ یگانه فیگوری که خیلی دوست دارم دبل بایسپ، یا اون جلو بازو پیش بازو میگن. الگوی شما کی بوده؟ در زمانی که ورزش پراشندم یا زیبایی اندام انجام داد. یگانه کسی که باعث شد کمی ورزش، واقعا خیلی مشتاق شما، عاشق از ورزش شما، من برادر کلانم که استاد قنبر نظری است، یکی از قهرمانای جنوب آسیا و تیم ملی افغانستان چندین مرتبه. این استاد یگانه الگوی من، نه تنها در این ورزش بلکه در تمام زندگی است. این باعث شد چون ما برام این ورزش شروع کنم، محمود سبک کرکتری که این داشت، امی توانستم من و این ورزش ادامه را پیدا کنم و هر روزم خدا را شکرگزار هستم که با ما هستن. حمایت های خانواده چقدر نقش داشته به خودت؟ استاد ببخشید، بفرمایید. زمانی که ورزشکارا در رژیم باشن خیلی سخت استاد، ولی گلون آدم خشک میشه. خب میخوایم بیشتر استاد، بیشتر نقش مهمی را در زندگی خانواده ایفا میکنه، چون که هیچ کسی در زندگی بعد از خداوند متعال، دومین کسی که واقعا بعد زندگی نقش ایفا میکنه، میتونه زندگی تا سر سامان بتمیق خانواده است. و
خدا را خیلی شکرگزار هستیم که همین پدر و مادر، همین برادر، خواهر، همه اینا باعث شدن که هر روز همین ما را انگیزه بتن، موتیویت بسازن تا ما بتانیم ورزش ادامه بتیم، با هر سختی هایی که هر وضعیتی که هستم ما بتانیم با ورزش ادامه. از مربی شدن بگن، شما به عنوان ترینر رسمی هم هستید، مربی شدن هم کار ساده هست؟ نه خیر استاد، واقعا خیلی کار سختی هست. خدا را خیلی شکرگزار هستم چون یکی از دلایلی که باعث شده من بتونم مربی رسمی تیم ملی افغانستان شوم همین فهم ما بوده، چون توانستم بیشتر وقتا برم روی یک مسئله ای که دوست دارم همون مسئله را سرچ کنم، بخوانم که چی هست. و خدا را خیلی شکرگزار هستم که چند وقت پیش همین سرمربی تیم ملی افغانستان که نورالهدا شیرزاد نام داره، اون خیلی تعریف از من کرد، گفت من خیلی عاشق علاقمند می ورزشکارای نوجوانای حال هستم، چون که همه دسترسی فهم دانششان بالاست و ما دوست دارم که همینا بتونن همین رشته پرورش اندام در افغانستان یک چهره نو برشان نشان بده. شما مکتبی پیش رفتین یا آماتور؟ فعلا دیگه به سطح آماتور پیش میرم، ولی کم کم کوشش دارم که سطح پروفشنال هم برم اگر امکاناتش بیاید. فعلا در افغانستان نیست که ما بریم تدریس از این ورزش تیپ باری بیلدینگ ببینیم، ولی انشالله در آینده اگر کدام امکاناتی برم پیش بیاید دوست دارم که این ورزش از نظر علمی بخوانم. خب عزیز، شما چی تعریف پیدا کردین در از پرورش اندام و بادی بیلدینگ؟ از دید من استاد امی ورزش پرورش اندام یک بیشترم گفتم یک لایف استایل است. در هر صورتی که هر کسی که داخل از این ورزش شوه میتونه واقعا موفق شوه در زندگی، نه تنها از نگاه ظاهری اندام بلکه می از درونی هم این ورزش کوشش میکنه که تو را تغییر ایجاد کنه. مثلا خودم استاد وقتی که ورزش شروع میکنم، وقتی وزن میزنم به دنبال از این میرم که باید غذای صحیح سالم بخورم، و بعد از این دوست دارم که برم لباس خوب شب بپوشم، بعد از این دوست دارم که موهای مهمی شکل ظاهری خود خوب تر بسازم، طرز گپ زدن و اینای مرا باید خیلی خوب بسازم. همون میگن که اخلاق ورزشی رو باید رعایت بکنیم، اخلاق ورزشی داشته باشیم. زمانی که در جامعه میریم، همون بدن ما، همون تیپ ورزشی ما نماینده اخلاق و انسانیت و شرافت باشه. لباس ما، کرکتر ما، همه گپا در برگرینده یک ورزشکار خوبی است. باز هم آینده چی فکر دارین که از آدرس بادی بیلدینگ با کجا برسیم؟ در آینده استاد هدف می است که بتانم یک مقام پروفشنال، یعنی کارت آی وی بی پرو را بتانم کسب کنم بر افغانستان، و انشالله با وجودی که سنم خیلی استاد کوچک است، ولی دوست دارم که بتانم به اون مسابقات پروفشنال راه پیدا کنم، یک امکاناتی برام باز شوه، یک راه ما بتانم کسبم امی کارت آی وی بی پرو و یک افتخار خوبه بر افغانستان. کار ساده است گرفتن کارت آی وی پرو؟ خیلی کار سختی است استاد. باید پس چی کار باید میتونی که این کارت به راحتی به دست بیاری؟ کار که میتونم این کارت به راحتی یعنی به راحتی نه به سختی به دست بیارم است استاد، که باید خیلی تلاش کنم، باید خیلی چیزها را از دست بدم استاد. مثلا باید مثلا این که با دوستان که تفریح میری اینا را باید حذف بسازی، و او غذایی را که تو دوست داری باید او را حذف بسازی استاد. باید همیشه در رژیم باشی، باید خیلی سختی بکشی، همیشه باید با وزنه سر کار داشته باشی، باید خیلی سنگین وزنه، باید وزنه در بستر خوابت باشه، باید در بستر خوابت باشه، فقط فکر و تمرکزت فقط وزنه زدن و خوابیدن و خوردن، فقط این باشه. و استاد واقعا دمای مسابقه که میرسه آنقدر سختتر برات میشه که من یک داستان خیلی جالب براتون تعریف میکنم استاد، که یکی از روزا من از امی در رژیم بودم، تقریبا فکر کنم 20 روز برای مسابقات مانده بود، امی مادرم غذا اینای مرا جور میکرد آشپزخانه. وقتی من از خواب بیدار شدم باید ساعت 1 بجه داخل کلاب میبودم. وقتی رفتم کمی غذا اینای مرا بگیرم، دیدم کسی نیست خانه، من هم خیستم همی برنج و سالات و مرغ اینا را کلند یک پلاستیک انداختم، سر پلاستیک گریه کردم، بسیار بسرعت آمدم داخل پیش کلاب. وقتی نزدیک کلاب رسیدم دیدم کلاب هم قلف است، دیگه همی هورمون انسولین نزدیک مسابقات خیلی ترشح میشه، بسته دست و پا اینای ما میلرزید. ما همی پلاستیک باز کردم شروع به خوردن با دستم، دمی روی سرک پیش کلاب شروع کردم، که ناگهان یک زن کهنسال رد شد از اینجا، که وای بچه‌م چی شده تو را؟ من گفتم خاله جان چی نشده؟ وای خیلی گفت حالت ما را خراب کردی. گفتم چطور؟ از امید دسکول خدا باز کرد، 100 افغانی را برای من کشید، گفت بگی بچه‌م برای یک چیز خوب بخو، یک ظرف سر وضعیت تا خوب. که ما گفتم خاله جان ما در رژیم هستم، این کلاپ هم هست. گفتم این رقم نیست. گفت نه بگی همه ای گپا را میذاره. گفت بگی روی پای سر. و این خیلی خاطره جالب از برم که اولین درآمدی که من از بدنسازی کردم به این روی بود که
صد افغانی دیگه امید من فقط هایت گرفتن کارت آی بی پرو و امید پیشرفت هایت هستیم. سپاس از که دعوت ما را پذیرفتین. باسط نظیری قهرمان خوبه پربشندو. تشکر احمدی صاحب، زنده و سلامت باشی. و آخرین پیام برای هر ورزشکار، هر عزیزی که دوست دارن ورزش کنن، کوشش کنین که هیچ وقت ناامید نشین، گیو اپ نکنین. در هر شرایطی که هستین کوشش کنین که ورزش کنین. ورزش باید اولویت قرار بدین. اولویت قرار بدین، میگه انسان از تلاش و الماس از تراش میدرخشه. موفق باشین. سپاس از شما عزیزا، هم که بیننده دنیای ورزش هستین. وقفه دوباره برمیگرده. دوباره خوش آمدین. ادامه دنیای ورزش. یکی از قهرمانای 70 کیلو در زون شمال از رشته پرورش اندام جعفر نظیری با ما هستند. آقای نظیری وقت بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. سلام عرض ادب احمدی صاحب بزرگوار، خدمت شما، خدمت تمام بیننده های عزیز. خدا کنه که روز خدا تا اینجا ای روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشه. سپاس. امروز فکر میکنم احساس میشه شما در رژیم هستین، غذایی که باید میخوردین آنچنانی نوش جان نکرده. بله احمدی صاحب بزرگوار، ما دیگه بعد از این مسابقات زون که تمام شد رژیم خود دیگه هم سفتر و سختر ساختیم، به خاطر که ما مسابقات تیم ملی پیش رو داریم دیگه، از این خاطر نمیتونیم. از مسابقات زون شمال بگین که شما تونستین در وزن 70 کیلو مقام اول بگیرین. این کپ و این مدال هم از همون زون شمال است و عریفا در کدام کاتگوری ها بود و کدام اندازه اونا تلاش و زحمت کشیده بودن؟ بله احمدی صاحب، مسابقات زون شمال هفته قبل به تاریخ 30 و 31 جوزا آغاز شد که در چندین کتگوری به تعداد 300 ورزشکار، بیشتر از 300 ورزشکار اشتراک کرده بودند که خودم در بخش بادی بیلدینگ در وزن 70 کیلوگرم دانست مقام اول بگیرم. بین چند نفر؟ تقریبا 13 اشتراک کننده و در وزن خودم بود که در روز اول مقدماتی 5 نفر اوت شد، 7 نفر اوت شد و 8 نفر و 5 نفر هم بر فاینل را پیدا کرد که به تاریخ 31 فاینل هم اعلان شد که خوشبختانه تانست مقام اول کسب. بسیار خوب، تبریک باشه برتان. سلامت باشه. آمادگی و مسابقات تیم ملی هم پیشوی داره؟ بله احمدی صاحب، تقریبا 7 هفته مسابقات تیم ملی عمومی است که مسابقات تیم ملی پیشرو داریم و ما از اون هم که سخت‌تر باید برای مسابقات تیم ملی آمادگی داشته باشیم، چون به مراتب سطح مسابقات تیم ملی، چون نخبه های افغانستان میان و به نمایش میگذارن بدن خود، باید سخت‌تر تلاش کنیم، تمرین کنیم. از این خاطر دیگه رژیم خودم سخت کردیم و تمرینات خودم سخت گرفتیم. بله. تا به خیر بر مسابقات تیم ملی موفق شد. این که مسابقات زون شمال باعث شد که شما هم انتخاب شدین به مسابقات آسیایی، میشه در رابطه با این هم بگین که چگونه انتخاب شدین، چی برتری داشتین؟ سلامت باشی احمدی صاحب بزرگوار، اصلا ما آمادگی ما هم زیر نظر برادر بزرگ استاد قنبر نظیری بود که با رای از او اصلا آمادگی ما بر مسابقات تیم ملی بود که باید ما ترو بر مسابقات تیم ملی آمادگی کنم و به خاطر از اینکه من اولین بارم بود آمادگی کرده بودم برای مسابقات، یک تست شبه چندین بار ما آمادگی کردم و مشکلات دم روی ما آمد، نتانستیم، پس هاف کردیم، باز آمادگی کردیم. سال 2019 آمادگی داشتم، باز نتانستیم بنابر مشکلات به مسابقه آماده شم. باز چون اولین بارم بود و برادرم هم رای داد که باید یک محک شود این مسابقه و کیفیت رو یک تست هم شود ببینیم که تستن شود که چقدر کیفیت داریم استاد شیم و خوشبختانه با مراتب از عریفا کده بهتر تر بودم و یک بار دیگه مرا جداگانه استاد نور شیرزاد و رئیس فدراسیون استاد باور هوتک تشکری خاص میکنم، مرا خواستن و جدا تنها بدن ما دیدن و خیلی تشویق کردن، خیلی حمایت کردن و روحیه دادن برای مسابقات تیم ملی. چقدر تاثیر مثبت گذاشت بعد از اینکه از مسابقات زون شمال تمام شدن مورد تشویق و تمجید هم قرار گرفتین؟ سلامت باشی احمدی صاحب بزرگوار، ما همین در روزی برای مسابقات مانده بود که بسیار سخت، ما در این حال در یکی از کلاب های شهر مسل هاوس ما ترینر هم هستم که تقریبا 10 الی 12 ساعت اوجا ترینری میکنم، بالای شاگردا میباشم. در روزی برای مسابقات که سودیم بالای من نمک آب محدود شد،
بسیار خستیم کده بود، آنقدر خستیم کده بود که همیشه امروی باسجان و استاد قنبر میگفتم که همین مسابقه دیگه معاف میکنم، توان ندارم، خستیم کده، تحملش نمیتونم. ولی خوشبختانه برای مسابقات که رفتیم همین تشویق، همین روحیه و انگیزه استادا، مربیا، هموطنا، رفیقا بود که ما دوباره بعد از مسابقه یک قوت گرفتم و انرژی مثبت گرفتیم که برای مسابقات تیم ملی انشالله که به امید پیشرفت‌های خودتم هستیم. رشته‌ای که مهارت داشتین، فکر میکنم شما یک کشتیگیر خوبی بودین، حالا از کشتی چگونه دور شدین؟ سلامت باشی احمدی صاحب. ما کشتی، چون پدرم کشتیگیر بوده، برادر بزرگم خود استاد قنبر که اصلا رشته اولش پهلوانی بوده و قهرمانی تیم ملی پهلوانی در بخش آزاد و گیرومن قهرمان تیم ملی بوده، برادرم استاد غبار که آلمان به سر میبره قهرمان تیم ملی پهلوانی بوده، از خانوادگی اصلا پهلوانی کردیم. باز بنابر مشکلات و سطح ورزش پهلوانی چون پایین آمد نسبتاً به وطن، افت کرد، توجه زیاد نشد بر پهلوانی. بله، باز ما تغییر رشته دادیم و به رشته پرورش اندام رو آوردیم و همین برادرها هم ما فعلا مصروف همین رشته پرورش اندام براش اندامه پیش میبریم. بله، فیگور که زیاد خوشت میه همین لحظه هم اگر اجرا بکنی کدام فیگور است؟ چی بکنه یک فیگور خاطر؟ فیگور وکیوم پا و شکم است و فعلا دیگه ما به یک دبل بایسپ میگیرم و فیگور دلخواب فیگور یک بار دیگه وکیوم مشتاق شدیم که ببینیم همین فیگور تانا. خب من از دوستای تکنیک خواهش کردم که کلوز یا تنهایی شاد شما را ببینیم. متاسفانه اونا مصروف هستن. به هر صورت انشالله که مسابقات آسیایی هم بتونی با دستاورد برگردی. برنامه ریزی هایی که من بعد مسابقات تیم ملی پیش روی دارین و بعدم انتخاب به مسابقات آسیایی هستین، چی نوع برنامه را روی دست دارین؟ با کیها چند مربی که اونا بتونن زیادتر نقش بارز داشته باشه و شما بتونین با دستاورد برگردی؟ سلامت باشی احمدی صاحب محترم. من خودم در مسابقات زون وزن 70 کیلو آمادگی داشتم و برای مسابقات تیم ملی با نظر استاد استاد قنبر نظیری که میخواید باید 5 کیلو دیگه هم کمتر کنم وزن ما تا به اون بدن دلخواه و بدن کاد، بدن خشکی که باید من به استیج برم برسم. دیگه تشکری خواست استاد نور شیرزاد هم میکنم که تقریبا 2 الی 3 بار امروش دید کردیم و نظریاتش گرفتیم، خیلی تشویق هم کرد و نظرهای خاص خود داد تا بخیر بر مسابقات تیم ملی و آسیایی یک نتیجه بهتر بعد از بیاد. وعده تا و پیامت هم میخواییم داشته باشیم که اینجا وعده بکنیم. و یک چیز دیگه هم که یادم آنه را دوست خوب شما رشاد هم غیر حاضری کرد، اونا هم اگرچه در کنار ما باید میبود. آی صاحب رشاد که باید حالا اینجا حاضر میبود دیگه، ما در راه آمدیم امرای ما بود، متاسفانه موترشان یک مشکل پیدا کرد که همراه موتر ماند و ما در یک موتر جداگانه ششته ما آمدیم. انشالله در برنامه های پیدا بعدی آیسه برشاد هم میداشته باشیم. خب حالا ما میگیم جریمه است آیسه برشاد. یک جریمه است. بعد او پیام تا میخواییم داشته باشیم، باز بعد از او خدافیزی میکنیم. پیام ما بر تمام دوستا، عزیزا، جوانا و ورزشکارایی هست که همیشه در کنار سختی ها، در کنار ضعیفی های اقتصاد، در کنار تمام مشکلات بتانن ورزش خود در پالی از این مشکلات داشته باشن، دیگه ورزش خود داشته باشن، چون ورزش ضامن صحت سلامتی است. وقتی صحت و سلامتی خود داشته باشن انشالله برای همه چیز میتونن برسن. دیگه انشالله خوش باشن، موفق باشن. سپاسگزار هستم از جعفر نظیری و از باسط نظیری، اینا قهرمان های الگوی جوان ها هستن. موفق و معید باشن. سپاس گزارم. خوش آمدید. سپاس از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.